سلام مجدد خدمت تمام شما بیننده های گرامی و طبق معمول در این برنامه تلاش میکنیم تا از آخرین گردش ویروس کرونا در جهان برای شما اطلاعات تهیه و تقدیمتان کنیم. چنانچه همکارانمان لسته از بیشترین آمار مبتلایان در کشورها را تهیه کردند خدمت شما تقدیم میکنیم که مانند گذشته امریکا با داشتن 2,688,246 فرد آلوده در صدر است و شمار جان باختگان در امریکا با 128,104 نفر رسیده است. پس از امریکا برزیل در امریکای جنوبی با داشتن 1,448,753 تن در رده دوم قرار داره و شمار جان باختگان در برزیل به 60,632 نفر رسیده است. قابل ذکر است که برزیل از جمله کشورهایی است که پس از کشورهای اروپایی آمارش به یک نحوه همگانی شده و شمار مبتلایان هر روز در این کشور رو به افزایش است و در کنار شمار جان باختگان نیز سیر صعودی دارد. و پس از برزیل روسیه با داشتن 660,231 تن در رده سوم است و شمار جان باختگان در روسیه به 9,668 تن رسیده است. پس از روسیه هند در آسیا با داشتن 604,641 فرد آلوده در جایگاه بعدی قرار دارد و شمار جان باختگان در هند به 17,834 نفر رسیده است. آنچه که قابل بحث است این است که ممکن شمار مبتلایان به ویروس در سطح جهان فراتر از آماری باشه که حالا همگانی میشه و به گونه رسمی ثبت شده است. و چنانچه در افغانستان هم مشاهده میکنیم شمار مبتلایان ممکن بیش از اینها باشه، اما افرادی که علایم ندارن و در کنارش برای ثبت مراجعه نمیکنن او میشه خیلی فراتر ازی باشه. پس از هند بریتانیا با داشتن 314,992 تن در رده بعدی قرار داره و شمار تلفات در بریتانیا به 43,991 نفر رسیده است که پس از امریکا و برزیل، چنانچه در شبهای قبل هم خدمت شما عرض کردیم، بریتانیا بیشترین آمار جان باختگان نداره. پس از بریتانیا پرو هم یکی از کشورهای امریکای جنوبی شمار مجموعی مبتلایان به 288,477 نفر رسیده و شمار جان باختگان به 9,860 تن. شیلی هم در امریکای جنوبی با داشتن 282,043 فرد آلوده در رده بعدی قرار داره و شمار جان باختگان در این کشور به 5,753 تن رسیده. اسپانیا هم شمار مبتلایان به 249,659 نفر رسیده و شمار جان باختگان به 28,363 تن. البته وضعیت در اروپا تا جایی که دیده میشه بهتر شده و وضعیت در کنترل آمده، اما باز هم نگرانی وجود داره و شهروندان کشورهای مختلف در کناری که به یک نحوه خوشبین هستند از بهبود وضعیت به خاطر مبارزه با ویروس، اقدامات و تدابیرشان را هم روی دست دارند. ایتالیا هم شمار مبتلایان به 240,760 تن رسیده و شمار جان باختگان به 34,788 تن. پس از ایتالیا ایران هم شمار مبتلایان به 232,863 تن رسیده و تعداد جان باختگان به 11,106 تن، که تا جایی که حداقل گزارش ها میرسانه وضعیت در ایران هم بهبود پیدا کرده بود، اما دوباره ای گردش ای ویروس به گردش آمده و تلاش به ای است تا بتانند که قیودات و مواردی که نیاز است به خاطر گسترش بیشتری ویروس روی دست بگیرند. و در پایان هم افغانستان آنچه که وزارت صحت اعلام میکنه شمار مبتلایان به 32,025 تن رسیده و شمار جان باختگان به 806 تن. چنانچه در گزارش هم مشاهده کردید شمار کسانی که در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر در افغانستان به ویروس آلوده شدند و وزارت صحت اعلام میکنه کمتر است و یک خوشبینی را به میان آورده، اما واقعیت چیز دیگر است. و شبهای قبل هم همکاران ما گزارش هایی را تهیه کردند که تنها در یک بخش کابل در یک شبانه روز تا بیشتر از 60 فرد آلوده ای که جان باختند در او گورستان به خاک سپرده میشن و این واقعا
قابل نگرانی است و بحث فرهنگی و اجتماعی که ما متاسفانه در افغانستان داریم بارها دیده شده که کسانی که به ویروس آلوده میشن به خاطر از اینکه بتونن در جامعه باشن و در کنارش حالا بحثایی که اصلا قابل ارزش نیست پنهان میکنن این ویروس که واقعا میتونه قابل نگرانی باشه. قبل از اینکه گفتگو با مهمان برنامه داشته باشیم گزارش از وضعیت گردش ویروس در افغانستان ببینیم و دوباره برمیگردیم. هرچند رقم مبتلایان به ویروس و کرونا در کشور رو به کاهش است اما هنوز هم مردم با تهدیدهای جدی این ویروس قرار دارند. به تازگی 33 تن دیگر در نتیجه بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست داده و اما 436 تن دیگر صحتیاب شدند. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 519 موارد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 186 واقعی مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 32022 رسانیده. همچنین 440 واقعی بهبود یافته و 33 موارد فوتی داشته. در همین حال وزارت صحت تاکید می‌ورزد که ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و دایکندی ولایت‌هایی هستند که آمار بلند مبتلایان به ویروس کرونا را دارند. کابل 61، هرات 34، دایکندی 31، کندز 16، بلخ 14، لوگر 7، پروان 6، کندهار 6، بغلان 3، لغمان، وردک و پکتیا 22 و در ولایت‌های هلمند و ننگرهار یک رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیدند. وزارت صحت تاکید می‌ورزد که آمار کلی جان باختگان به 806 و شمار صحتیاب شدگان به 16607 تن رسیده است و در مجموع 32022 تن در افغانستان مصاب به ویروس کرونا هستند. چنانچه در گزارش ها مشاهده کردید با مقایسه و در مقایسه با شبهای قبل شمار مبتلایان کاهش پیدا کرده اما از طرف نگرانی از نبود امکانات در مراکز درمانی دولتی و خصوصی یکی از بحثایی است که ممکن کسانی که به این ویروس آلوده میشن اصلا مراجعه نکنند. اما تمام جهان با این ویروس در حال مقابله است و بحثی که خیلی حیاتی دانسته میشه بحث همکاری مردم است و آنچه که خود شهروندان کشورها به خاطر جلوگیری از بیشتر شدن این ویروس روی دست دارند. استفاده از ماسک، استفاده از دستکش و همچنان فاصله اجتماعی بحثایی است که همواره مطرح شده اما کمتر در افغانستان و حداقل به خصوص در شهر کابل این موارد مراعات میشه و حکومت هم به یک نحوه پیامش بر شهروندان میرسانه ولی شهروندان متاسفانه که با توجه به مشکلات حالا که وجود داره از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به دساتیر وزارت صحت و بخش بهداشت توجهی ندارند. امیدوار هستم که همه با هم بتانیم به خاطر مهار ویروس تلاش کنیم و نتیجه مطلوب به دست بریم. بیشتر صحبت میکنیم از چگونگی گردش ویروس در افغانستان با جناب دکتر خالد احدی، رئیس بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه است. کابل روی خط اسکایپ با ما هستند. دکتر صاحب درود به شما. در ابتدا اگر بپردازیم به تغییر آمار، فکر میکنین که واقعا تغییر آماری که وزارت صحت اعلام میکنه ناشی از چی است؟ آیا ما میریم به طرف سیر نزولی ویروس و یا نه مراجعین کمتر است و یا به یک نحوه دخیل شدن بخش خصوصی تانسته که این آمار را کاهش بده؟ آریانا نیوز طوری که خودتان گفتید ما داریم که آمار روز به روز کمتر شده میره. البته به این معنا نیست که ما به سیر نزولی میرین. ما به اون پیک یا اوج که گفته بودین رسیدیم و هنوز هم در اوج قرار دارین و احتمالا این هفته پیش دور هم ما در اوج خواهیم بود و خوشبینی ها به خاطر این است که تعداد کسانی که نسبت به کسانی که مصاب میشن یا نسبت به کسانی که پسترشان مثبت میشه و شفایافته های ما نسبت به از اوها بهتر است و این نشان دهنده از این است که ما میتونیم بگوییم که به اوج رسیدیم. اما این که اگر ما بخواییم بگوییم که گویا ما سیر نزولی داریم به نظر من این موضوع هنوز بیشتر زود است و احتمالا ما تا یک دو هفته دیگه هم هنوز در اوج خواهیم بود و متاسفانه آماری که ما از طرف وزارت صحت عامه ثبت شده ای بی‌معنا نیست که تمامی آمار
که در صد کشور وجود داره به مراتب میتونیم گفته که دو یا سه برابر از این آمار مثبت در صد کشور وجود خواهد. خب اگر بپردازیم به ظرفیت بیمارستان ها و بخش صحی افغانستان، ما در کدام بیمارستان ها فکر میکنین که چالش جدی داریم در بخش دولتی و در بیمارستان های خصوصی به چه تعداد از این نهادها دانستن که اجازه درمان بیماران کووید 19 را دریافت کنند؟ ببینید در مورد خود بیماران کووید 19 دولتی، ما چالشی که وجود داشت، عمده‌ترین چالش ما چالش کمبود اکسیژن بود که به ویژه در ولایت کابل و در ولایت ننگرهار یا شهر جلال‌آباد ما داشتیم که خوشبختانه دو سه روز که گذشته ما همین چالش حل شده. ولی موضوعی که در مورد خود شفاخانه‌های خصوصی، متاسفانه بسیاری از شفاخانه‌هایی که درخواست داده بودند یا پیشنهاد کرده بودند، معیاراتی که ما باشان وضع کردیم تا اکنون هیچ شفاخانه مجوز رسمی به خاطر مداوای بیماران کووید 19 را از ما نگرفت. البته معیاراتی که ما باشان خواسته بودیم از جواب شرط ساده بود و به خاطر معیاراتی بود که حداقل بیمار که مداوا میشه در شفاخانه سبب نشود که دفعه مردم متضرر شوند و یا هم خدمات وضعی را میشه خدمات خوب باشند. مشخصا تا به حال که داده باشد اجازه که از طرف بوده سرطه ما داده شده باشه، مشخصا بسان تا به حال معیارات چند یک بار دوری بار دیده شده، تا به حال بسان صادر نشد. خب چرا واقعا چنین مشکل وجود داره؟ آیا پزشکان ما ظرفیت درمانی ویروس و این بیمارا را ندارن؟ نبود تجهیزات است؟ اگر نبود تجهیزات است، آیا واقعا در بازار کمبود تجهیزات بحث اصلی است و یا نه بودجه نیست؟ اگر منظورتان اگر سکتور خصوصی هست یا دولتی، در طور سکتور دولتی طور که من گفتم مشکلی که بود کمبود اکسیژن بود و دلیل از جواب که البته به خاطر از اینکه عرضه نسبت به تقاضا به مراتب کمتر بود و خدا میفهمید که تنها ما در دو شفاخانه بین 11 ساعت تا 12 ساعت بالون اکسیژن در 24 ساعت مصرف داشتیم و که در بازار و وقتی که قرارداد شده یا پیمان یا قرارداد که وضع بسته شده بود، متاسفانه او اکسیژن ما در 24 ساعت در بار نمیرسادند که بالاخره ما دست به دامان نیروهای امنیتی هم شدیم که تا مجبور به سازیم کسانی که بازار در دست ما باشن و اکسیژن که میاید نخست شفاخانه دولتی باشد. در مورد از اینکه در شفاخانه خصوصی چرا تا اکنون مجوز نگرفتن، شفاخانه خصوصی مشکل این هست که از نظر تجهیزات یا معیاراتی که وضع شده بود برای این شفاخانه ها اونها نتانستن برخشان را پوره کنند یا برخی پوره تانستن یک یا دو یا سه مورد کمتر بوده از نظر تجهیزات و از نظر بودباش و از نظر اکسیژن و از نظر ونتیلاتور و از نظر آزمایش، یا سبب شده که فعلا تا با مجوز رسمی برشان داده نشود. امید است که در هفته پیش روی ما بتانیم در سه یا چهار شفاخانه در سطح کابل مجوز فعالیت مداوای بیماران کووید 19 را برای سکتور خصوصی بدهیم. در رابطه با ونتیلاتور و یا دستگاه تنفس مصنوعی صحبت کردین، ما گزارش های داشتیم که در تخار رئیس بیمارستان کووید 19 گفته بود که وزارت صحت برشان اجازه خریداری ونتیلاتور نداده. مشکل در چی است؟ آیا واقعا این بحث میشه که مردم بیشتر بدانه؟ آیا مشکل مرکز با ولایات که حالا نیاز از همکاری شوه جدی است و یا نه واقعا سوی تفاهمی است؟ ببینیم در مورد از این که از توجه پنج که ولایتی که بیشترین آمار را داشتن و از نظر ونتیلاتور فعلا خوشبختانه در اون پنج ولایت که مهم کشور ما در بحث مشکل ونتیلاتور نداریم و در ولایاتی که دست هستن یا در ولایت بیشتر ونتیلاتور های خریداری شده قرار است توزیع شود و البته خوشبختانه یک چیز بکنم باید یک چیز ادعان شود که تا اکنون ما به خاطر کمبود ونتیلاتور هیچ بیمار ما خوشبختانه فوت نکرده که نبود ونتیلاتور در هیچ گوشه از کشور. اما گزارش های داشتیم که شهروندان انتقاد دارن و گفتند که زمانی که یک جای حداقل بحث اکسیژن اگه مطرح میشه وجود نداره و یک موتر اکسیژن زمانی که به بیمارستان میاد همه هجوم میبرن به او به خاطر نجات جان مریضانشان و این طرف هم گزارشی از
تدفین شهروندان داشتیم که در 24 ساعت بیش از 60 تن به خاک سپرده میشن. واقعا اصل قضیه چی است؟ مردم میخواه بدانه. در مورد هجوم مردم قطعا این موضوع ما با شما موافق هستم که وقتی که اکسیژن در بخاطر 100 بیمار حدوداً 200 بیمار که بستر هستند بیشتر از 400 یا 500 بالون استفاده میشه، یعنی هر بیمار در 24 ساعت بیشتر از 16 یا 17 بالون اکسیژن هم شده که مصرف شده، چون و او جدا بحث جداگانه است از وینتیلاتور، چون وینتیلاتور وقت نیاز میشه که مریض در صفحه اخیر باشه و دیگر تنفس به نفسی نتونه داشته باشه، مریض را بیهوش میکنین و بسان از طریق اکسیژن میخانیکی که گویا در طرق تنفسی از وسایل میخانیکی داخل شده و اکسیژن از طریق ماشین دارد. اما کمبود اکسیژن ما در هفته گذشته، البته در هفته که بازداشتین در اوایل هفته ما در رابطه با دستگاه تنفس مصنوعی که حالا در حالت وخیم استفاده میشه، با چه تعداد ما داریم؟ چقدر ما ظرفیت استفاده از این را داریم؟ چون در شبهای قبل ما گزارش‌های داشتیم که حتی کسانی که نیاز است به خاطر تطبیق همین روند وجود نداره در ولایات و کسانی که حالا جانشان را از دست میتن، خب اون مرحله آخر است دیگه، باید به اون رسیدگی کنیم. چقدر دستگاه در اختیار داریم و چقدر نیاز داریم و چه زمان مشموم میشه افغانستان از اون؟ البته من سوال پیشتر فرمانه جوابش ندادم. درست. و دلیل از این که هجوم مردم به خاطر اکسیژن دیره، به خاطر از این که همون 2000 بالونه که ما نیاز داریم به یک بار سر ما بعد دفعه 20 یا 50 یا 100 میرسید که سرایی سبب بشد که مردم بیشتر هجوم بیارن، که خوشبختانه این مشکل حل شده فعلا و با گفتم پیشتر که با کمک نیروهای امنیتی. و اما در مورد وینتیلاتور، وینتیلاتور در 5 تا 10 تعداد کسانی که آی تی آی که داشتن، بخشای آی تی ما متخصصین آی تی ها داشتن از استفاده از وینتیلاتور استفاده میکردن و استفاده از وینتیلاتور یک موضوع بسیار حساسی است که باید در صورتی که درست استفاده نشه سبب مرگ مریض میشه. و ما در 5 تا 10 که هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار بوده کسانی که آی تی آی که مسئولین آشتی ها بقیه را آموزش دادن، آموزش از یا حد اقل باید بین 3 تا 5 هفته باشه، که البته نظر به شرایط بیشتر ما گرفته بودن که عملا بالای مریض تدبیق از او، آموزش از او را همزمان از پرسنل آشتی استفاده کردن، که ما باز هم تاکید میکنیم که در 5 ولایت وزون کشور ما مشکل آموزش ندارن و بقیه ولایات مانند فرا یا نیمروز که در ولایت هرات یا لغمان و کنر در ولایت ننگرهار شهر جلال آباد ترین میشن تا دوباره بتارن و همچنان در شمال و همچنان در جنوبتر یا بتارن آموزش بتارن پس بدن بر ولایات خود و بتارن استفاده بکنن، که در چون خود وینتیلاتور بحث بسیار مهمی است که در صورت که استفاده درست نشه و سبب درست مشکلات برای خود بیمار. تناقضی که ما در صحبت‌های حداقل مقام‌های صحی افغانستان پیدا کردم یکی است که شما میگین هیچ بیمارستان شخصی صلاحیت درمان بیماران را نداره و از طرف هم آمار از 500 و 600 آمده به 150 و 180، اما میگین ما در اوجش هستیم. یعنی چی؟ واقعا مردم میخواد بدانه که ما در چه وضعیتی هستیم. آیا اطلاعات نادرست میرسه به مردم؟ چه خبر است؟ خب در مورد اول که من مشخصا در ولایت کابل گفتم که شفاخانه‌هایی که باید مجوز داشته باشند، صلاحیت مجوز وقتی باشند داده میشه که معیارات داشته باشند. سه یا 4 شفاخانه‌ای که بر ما پیشنهاد کرده بودند که می‌خواهند بیماران از یک نظر ببینن وقتی ما رفتن معیارات نداشتن، اما عملا در اونجا بیمار کووید 19 را داشتن تداوی می‌کردن، مداوا می‌کردن. ما با وجود اینکه بیمار کووید نظر یا این انتقال از او سبب مشکلات نگرده، معیارات تو بستان وضع کردیم که این بستان وقت دادیم که این معیارات داشته باشند تدبیق کنند. و در مورد از این که سوال دومتان که ترا با در پیک هستین، وقتی ما از پیک بیرون میشین که ما چون مشخصا ما تحت ما مانند ولایت خود کشور ایران نیست که موج دوم بیجات نشود و احتمالا ما تا هفته آینده در پیک پایین بود. درست است که تعداد آمار ما کمتر شده، سپاسگزارم جناب اهدی.
خیلی تشکر و امیدوار هستیم که سوالات مردم حل شود. در صورتی که ما آمار درست از مرگ و میر نداریم، میایم آمار میتیم که در 24 ساعت به این تعداد جان باختن واقعا ممکن مشکل آفرین باشه در آینده. سپاس از وقتتان، در برنامه بعدی شما را خواهیم داشت. بینندگان عزیز، تلاش کنیم تا به خاطر حفظ جان خود، عزیزان و دوستان و شهروندان و تمام انسان ها نقش خود ادا بکنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.